پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب ناظمی. با توجه به اینکه تو سامانه اینترنت مستقیم ماهواره‌ای برای تلفن همراه نیاز به ایستگاه‌های زمینی نیست، در واقع محدود نمیشه، فکر میکنین توسعه اون تو کشورهای مختلف به زودی امکان پذیر باشه؟ محدودیت‌هاش چیه؟ به نظر میرسه که ما به این سمت داریم میریم. ایده استفاده مستقیم و تماس مستقیم ما با ماهواره قدیمیه. برای مثال ما پروژه مثل ماهواره‌های ایریدیوم رو داشتیم. بزرگترین مشکلی که تا الان وجود داشتش این بودش که شما احتیاج به سیستم‌های ویژه‌ای داشتید، سخت افزار ویژه‌ای داشتید. برای مثال در نسل قبلی استارلینک شما احتیاج داشتید که یک گیرنده زمینی داشته باشید. این گیرنده زمینی شما در عین حال لازم بودش که از یک سری تقویت کننده دوباره زمینی استفاده بکنه. بنابراین شرایط پیچیده تر بود. قدم بزرگی که از چند سال پیش جریان روندها به سمتش رفت، از جمله چند تا شرکت دیگه هم اون رو تست کردن، ولی خب با توجه به توسعه‌ای که استارلینک داره و خب نقشی که ایلان ماسک داره این مهم هست، اینه که ارتباط مستقیم بین ماهواره و گوشی‌های اصطلاحاً مودیفای نشده، تنظیم نشده رو برقرار کنه. به عبارتی شما گوشی عادی که از بازار می‌خرید این توانایی رو داشته باشه. این به نظر میرسه نقطه مهمیه. البته این تذکر رو بدید، امسال قرار بر این هست که اگر FCC چه مجوز لازم رو بده فقط با ارتباط در واقع پیامک برقرار بشه. سال دیگه وایس و دیتا، بعضی از شرکت‌ها برای وایس هم دارن صدا هم دارن کار می‌کنن. اما مسیر و در واقع همگرایی جهت‌های فناوری مختلف رو که می‌بینیم به این سمت میره که ما تا یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی و میان مدتی در واقع امکان ارتباط مستقیم بین گوشی و ماهواره برقرار میشه. اگرچه این به این معنا نیست که هر کسی که گوشی داشته باشه میتونه دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای داشته باشه. طبیعتاً توسعه‌اش خبر خوبی برای حکومت‌های مثل ایران و چین نیست. توانایی تهدید دسترسی به اون رو دارن؟ این سوال فوق‌العاده جذابه به خاطر اینکه جوابش همزمان میتونه بله و نباشه. از نظر تکنیکی کاملا این امکان وجود داره. ببینید، زمانی که من با گوشیم با ماهواره میخوام ارتباط برقرار بکنم، کاری که انجام میشه اینه که این دو در یک بخشی از فرکانس امواج رادیویی که برای دو طرف تعیین شده است، در واقع امکان ارسال و دریافت بسته ها و پکیج های اطلاعاتی رو مهیا میکنن. گوشی من میتونه این رو بگیره. الان برای مثال گوشی هایی که وجود داره در بازار برای سیستم LTE که کار میکنه، در یه پهنای فرکانسی مشخصی میتونه این بازه ها رو، بسته ها رو دریافت کنه و بفرسته. حالا اون ماهواره در واقع اومده نوعی مودم قدرتمند برای تقویت ارسال و دریافت این بسته ها در اون طول موج رو گذاشته. حالا اتفاقی که داره میفته اینه که اگر دولتی اجازه نداشته باشه یا نخواد که ما دسترسی داشته باشیم، دو یا سه تا ابزار داره که جلوش رو بگیره. نخست این که میتونه تو اون بازی فرکانسی در واقع شروع کنه به نویز فرستادن. کار سختیه و هر چقدر ما جلوتر بریم سخت‌تر میشه، چون این بازی فرکانسی بازیه که بقیه ابزارهای ارتباطی ما هم روش کار میکنه، بنابراین دردسرش زیاده. اما ابزاری که الان در اختیارشون هست ابزار قانونیه، به خاطر اینکه مالکیت مدیریت و حاکمیت بر امواج رادیویی در هر کشوری بر عهده اون کشور، شرکت‌های خصوصی باید مجوز ویژه بگیرن، باید حتما اجازه اون کشور رو بگیرن که از اون باند فرکانسی استفاده کنن و سازمان‌های جهانی هم در واقع این رو سعی می‌کنن که این حق مالکیت و حاکمیت رو تعیین کنن. یه نکته کوچیکی اگه فرصت باشه فقط من اشاره بکنم و اون اینه که ممکنه که تا زمانی که ما در واقع این فناوری در اختیار همه باشه، شاهد یک بار دیگه بروز سوء استفاده‌گران و سودجویانی باشیم که حالا یا وابسته به دستگاه‌های نظارتی یا به خاطر سود شخصی بیان به شما بگن که الان مثلا امروز اگر مثلا یه پولی رو بدین ما این سیستم اتصالتون به استارلینک رو برقرار می‌کنیم. هنوز چنین چیزی وجود نداره. شاید دو سال دیگه، سه سال دیگه باشه. بنابراین لطفاً از سوار کردن اپ‌های ناشناس و که با این وعده فروخته میشن خودداری بکنید. اینها ممکنه که بدافزار توش باشه، جاسوسی اطلاعات بکنه. هنوز ما زمان داریم. در میان مدت به نظر میرسه ولی کم کم به سمتی میریم که دسترسی به اینترنت برای بخش بزرگی از کاربران امکان پذیر باشه بدون نیاز به واسطه زمینی. ممنون از توضیحات و خصوصا تذکر آخرتون. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، کانادا.